داعش ادعای حمله به ایران را نموده است. اگر این امر محقق گردد و داعش پس از کشتار فراوان ایران را تسخیر نماید، در سالیان آتی ما ایرانیان فرقی نو از اسلام داعشی به وجود خواهیم آورد و از فرماندهان خونخوار داعش قهرمانان ملی مذهبی خواهیم ساخت. هر داعشی که بمیرد و کشته شود، او را در قبری زرین نهاده و پرستش خواهیم نمود. هر سال برای کشتگان داعش عزاداری مفصلی برگزار خواهیم کرد. احیانا اسامی کودکان ما نیز داعشی خواهد بود: غلام داعش، کلب داعش، داعش و سادات و غیره. کسانی که در اثر تجاوز داعشیان به زنان ایرانی متولد می‌گردند، لقب آقا و سرور و سید خواهند گرفت. بسیاری از ایرانیان پیدا خواهند شد که در وصف داعش شعر بگویند و آنان را ثنا گویند. و در نهایت یکی از داعشیان غیب شده و به ته چاهی فرو می‌رود و ما ایرانیان قرن‌ها به انتظار ظهور وی منتظر خواهیم نشست. مهمان گرانقدر برنامه من در مجموعه گذر از روحانیت امشب مهمان ارجمند و مطلع تازه‌ای هستند در این برنامه که در این زمینه صحبت خواهند کرد و چند جلسه‌ای در حضورشون خواهیم بود. این شخصیت کسی نیست جز جناب محمد امینی، تاریخ نگار، مورخ و نظریه پرداز. من به جناب محمد امینی درود میفرستم و سلام عرض میکنم. خوش آمدید آقای دکتر. درود بر شما و درود بر همیهنان گرامی و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه. جناب امینی، همونطور که میفرمایید این یه مجموعه است که میخواییم از اطلاعات و آگاهی ها و تحلیل شما استفاده بکنیم در رابطه با مسئله روحانیت، نقش روحانیت در ایران و خلاصه یک جامعه ای که بشه سالم زندگی کرد. روحانیون رو کسی نمیخواد مسلح کنه، نمیخواد به هر حال به دار بیاویزه، ولی روحانیان این رو در نهایت میخوایم که عرضه یا اون عرصه وجودشون و اثرگذاریشون در جامعه رو بتونیم کنترل کنیم، بتونیم تحت یه قواعدی در بیاریم تا از این اتفاقاتی که در این چند سال، در این چند دهه باهاش مواجه بودیم جلوگیری بکنه. من میدونم که شما در گفتگوی قبلی قبل از شروع برنامه که با هم داشتید گفتید که من اول میخوام یه چیزی رو برای بینندگان شما روشن بکنم و اون که نقد به روحانیت نقد به دین مردم نیست و من میخوام شما از همینجا و از همین توضیحتون شروع بفرمایید. نقد به روحانیون و یا نقد به کسانی که حتی معمم هم نیستند ولی در فریب مردم، در رواج اندیشه های واپسگرایانه بسیار جایگاه برجسته‌ای در درازای تاریخ ایران داشتند و امروز هم دارند و اتفاقا خیلی از اونها هم رخت دینی بر تنشون نیست در همین حکومت هایی که در این چند سال بودند، نقد به دین مردم نیست. ما بنا نیست که مردم رو قانع کنیم که این دین رو ازش بکسلند یا از این جدا بشند. این باور شخصی هر کسی است که به هر آیین و دینی که بهش باور داره کوشش کنه که این دین رو با زندگی مدنی هماهنگ کنه، یعنی قوانین و زندگی مدنی رو بپذیره و به همراه اون بتواند با دیگر انسان‌هایی که در یه جامعه مدنی زندگی میکنن زیر یه سقف، در واقع یک سقف حقوقی، با هم در کنار هم باشن. نقد به رفتار روحانیت برمیگرده به جایگاه ویژه‌ای که روحانیون شیعی در درازای تاریخ و به ویژه در 200 سال گذشته برای خودشون به وجود آوردند و در جایهایی مثلا در دوران مشروطیت برخی از اونها نقش مثبتی ایفا کردند ولی در بسیاری از دورانها نقش بسیار منفی داشتند و این موضوع مورد نقد ماست که باید به اون بپردازیم و بررسی کنیم. حالا میخواهد با عنوان گذر از روحانیت باشد یا نقد به روحانیت باشد یا برخی درباره رفرماسیون ساختار روحانیت سخن میگویند، به هر روی گفتگویی است که اتفاقا در میان کسانی که دینداران یا روشنفکران دیندار ایران هم هستند، در میان اونها هم جاری است و اونها هم در واقع این بحث رو آغاز کردند. جناب امینی،
برای اینکه بحث رو به طور سیستماتیک جلو بریم و به اصل ماجرا زودتر برسیم، قاعدتا درسته که ممکنه بعضی نظرات مشابه وجود داشته باشه، ولی به نظر شما اصولا مفهوم آخوند شیعه در ایران چطور درست شد؟ موضوع برمیگرده به یک تفسیری که روحانیون شیعی و فقیهان شیعی در حدود 300 سال پس از آغاز اسلام از یک آیه قرآن کردند. یعنی اشاره به خمس در قرآن فقط یک جا هست، یعنی در سوره انفال اشاره شده به خمس، و اشاره به خمس هم در این بوده که از غنیمت‌های جنگی، از آن که در جنگ با کفار میگیرید، چون جنگ میکردن مسلمانان در آغاز کار، یک پنجم رو باید به دولت اسلامی بدید، به حکومتی بدهید که این حکومت اسلامی است، در اون زمان یعنی دستگاه خلافت. روحانیون شیعه آمدن و گفتن که این منظور خداوند از این آیه فقط غنیمت جنگی نبوده، بلکه یک پنجم همه درآمدها، دارایی‌ها، هر آنچه که به دست می‌آورید رو باید بدهید. و چون دولت اسلامی در اون هنگام وجود نداشته، آمدن و تفسیر کردن، گفتن در زمان غیبت امام ناپیدا این خمس رو سیم میکنید، هر دو رو البته میدید به روحانیون، اون زمان به فقیهان و سپس به طبقه یا گروهی که ایجاد شد به نام روحانیون شیعه، نیمی از اون میرود برای سادات، سیدهای فقیر، و نیمی دیگر که سهم امام است مخصوص امام زمانه، یعنی این رو برای امام زمان ما پخش میکنیم. و چون امام زمان فعلا پیدا نیست، روحانیونی که نماینده امام زمان در زمین هستند این پول رو مصرف میکنند. قشر روحانیت شیعی در ایران برخلاف کشورهای اهل سنت باب سهم امام به وجود آمده، یعنی از برکت سهم امامی که شیعیان به روحانیون میدهند یک قشری در جامعه ایجاد شده که مجبور به کار کردن نیست، یعنی هیچ یک روز هم در زندگی نباید کار بکنه، زحمت بکشه، مالیات بده، بلکه این سهم امامی است که خمسی است که میروند و به آخوندها میدهند. و به ویژه در سالهای پیش از انقلاب 57 پول کلانی از سوی بازرگانان، از سوی کسانی که صنعتگران ایران بودند، کنندگان ایران بودن، باجی بود که به روحانیون میدادن. حتی جالب اینجاست که میرفتن و حلالی میطلبیدن، یعنی میرفتن پولی رو میدادند و دستگردون میکردن آخوندها این پول رو، بخشیش رو پس میدادن، و در بین بازاریان رسم بود که پژوهش میکردن ببینن کدوم آخوند دستگردونش به سود اونهاست، پول بیشتری رو به اونها پس میده، حلال میکنه پول اونها رو. این شگردی بود که ایجاد شده بود به بهانه خمس، سهم امام نامش بود، و اصلا این قشر روحانیت شیعی به دلیل وجود این سهم امام در واقع سر کلش پیدا شد. البته پولهای دیگری هم به صورت درآمد موقوفات یا پولهایی که به هر حال کسانی که مسلمان بسیار باورمند بودند به روحانیون میدادند، خیلی هایی که بخواستن برن مکه حاجی بشن، برای دارایی هاشون که تا اون زمان شاید خمسی نداده بودند حلالی میطلبیدند، میرفتند و پول به آخوندها میدادند، و به این ترتیب یک انبوهی از دارایی به وجود آمد در جامعه که این تأمین میکرد هزینه پرورش طلاب رو، و هرچه یک آخوند بلندپایه درآمد بیشتری داشت، طلاب بیشتری هم گرد او جمع میشدند. خیلی ها سعی کردند که یه سر و سامانی به این کار بدهند و مؤسسه‌ای برای این کار ایجاد کنند، و روحانیون برجسته به ویژه مراجع تقلید به شدت با این مخالفت میکردن و نمیخواستن این ساختار درآمد مستقل از دست اونها بیرون بره، و به این ترتیب یک قشر مستقل بیکار اجتماعی به نام روحانیت شیعی در ایران به وجود آمد. یعنی در واقع این خمس اساس ایجاد این قشر در جامعه ایران شد. اساس ایجاد نیست، ایجاد اون به هر حال نظریه است، ایدئولوژی مذهب، ولی اینکه توانستن به چنین نیروی تبدیل بشن و هزاران هزار طلبه رو پرورش بدند، این سهم امام هاست یا پول هایی است که آدم های ثروتمند مسلمان به اونها میدادند، دولت که به اونها پولی نمیداده. شما نیک بنگرید در سالهای پایانی پادشاهی رضا شاه که حکومت بر روحانیون سخت گرفته بود و خیلی ها این سهم امام ها رو نمیدادند،
شمار طلاب علوم دینی در سرتاسر ایران نزدیک به 200-250 نفر بیشتر نبود، در حالی که پس از باز شدن جامعه بعد از شهریور 20 این شمار تا سال 1325 به نزدیک به 2500-3000 نفر رسید و در آستانه انقلاب 57 بین 170 تا 200 هزار طلبه دینی در ایران ما داشتیم. یعنی یک لشکری در واقع در پیرامون روحانیون بزرگ شیعی در سرتاسر ایران جمع بود. آقای امینی، غیر از آخوندهای شیعه چه کسانی هستند در ادیان دیگه که اونها هم درآمدی دارن و ناچار نیستن کار بکنن؟ آیا در مسیحیت اینو داریم؟ آیا در یهودیت داریم؟ در ادیان دیگه بس جوریه؟ نمونه های داریم؟ جالب است که با تمام این تبلیغات و ناسزاها و دشنام هایی که بسیاری از روحانیون و یا مسلمانان به یهودیان میدهند، خمس از کتاب عهد عتیق، از تورات به اسلام آمده. اصلا یک روش یهودی بوده و در واقع در میان اونها گفته شده در دورانی که قحطی در مصر آمده بوده، مردم یک پنجم دارایی خودشون رو، درآمد خودشون رو به فقیران میدادند و به این ترتیب مصری ها اون 7 سال بحران قحطی رو سپری میکنن و به این ترتیب حتی در ترجمه فارسی نیمه عربی تورات که به سالهای پیش به در ایران انجام شده، همین واژه خمس رو استفاده می کنند. یعنی این در واقع پدیده خالص اسلامی نیست. در اسلام قرار بوده که این فقط مربوط باشد به غنیمت. در میان اهل سنت این پذیرفته نیست. یعنی روحانیون برجسته سنی اصلا باور به خمس ندارند و میگویند خمس دورانش در زمان پیامبر به پایان رسیده یا در زمان 4 خلیفه به پایان رسیده و دیگر نمیتوان این خمس رو گرفت. و به همین دلیل هم بسیاری از روحانیون اهل سنت مثلا در کردستان یا در بلوچستان اینها کار میکنند، مجبور هستند شغل داشته باشند، یا در مقام های بالاتری که هستند مثلا در دوره عثمانی یا امروز در مصر در الازهر، اینها از دولت حقوق میگیرند. طبیعی است که کسی که از دولت حقوق میگیره یا بودجه اون رو دولت تعیین میکنه، که به ویژه در این زمینه آتاتورک خیلی نقش داشت، طبیعی است که مواظب این هست که کاری نکنه در برابر دولت که این حقوق قطع بشه، در حالی که روحانیون شیعی این گرفتاری رو نداشتن، میتونستن به حتی پادشاه قاجار پرخاش کنن و به او مانند کاری که ملا علی کنی کرد به او تلگراف بزنن هنگامی که وارد انزلی شد که اگر سپهسالار رو که اصلاح طلب بود با خودت به تهران بیاوری فتوا میدهیم که از سلطنت برت دارند، و او سپهسالار رو در همون جا به عنوان والی مازندران گیلان گذاشت و راهی تهران شد. این چنین قدرتی در اون دوران داشتن. این قدرت در دوران مشروطه کاهش پیدا کرد، خیلی ضعیف شد. مشروطه ضربه زیادی به روحانیون زد و یکی از مهمترین ضربه ها در هنگام بحث پیرامون قانون اساسی بود که دیدگاه های شیخ فضل الله در مجلس رأی نیاورد و مجلس اول مشروطه رأی داد که اصل 8 متمم قانون اساسی که اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی حقوق هستند، در حالی که بیشتر روحانیون شیعی در اون دوران بر این باور بودند که مسلمانان نمیتوانند با غیر مسلمانان در یک کشور اسلامی برابر باشند و اصلا دیه مسلمان با دیه غیر مسلمان یکی نیست. اگر مسلمانی یک غیر مسلمان رو بکشد تفاوت دارد با اینکه غیر مسلمانی مسلمان رو بکشد، حقوق اینها برابر نیست. و اینها رو مجلس مشروطه بهش پایان داد و سپس در دوران ساختن دولت مدرن در ایران قدرت روحانیت تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد. کارهای مانند پیمان قراردادها که اونها انجام میدادند، اینها واگذار شد به دفترهای رسمی، دستر اسناد رسمی، شناسنامه صادر کردن دولتی شد، حتی اداره اوقاف رو دولتی کردن در ایران، جلوگیری میکردن از اینکه ساعاتی که عزاداری برای درگذشته ای در مجلس انجام می شود در دوران نخست وزیری فروغی از 2 ساعت بیشتر تجاوز نکنه. حتی فروغی دستور داده بود که در هنگام مراسم ختم چای و قهوه صرف نشه و کسی سیگار نکشه، برای اینکه اونها زودتر در واقع ترک کنن مسجد و سراغ کار و زندگیشون برن. ولی خب متاسفانه دوباره این روش ها برگشت و میدانیم که در ایران در دوران بعد از شهریور 20 تا حدودی موقعیت روحانیت افزایش پیدا کرد.
جناب امینی، میخوام سوال بعدی رو مطرح کنم، ولی شما نکته ای رو اشاره کردید که منو نگه میداره. شما اشاره کردید به اینکه این روزها من میشنوم که چون ایام مشروطیت هم هست، خیلی به قانون مشروطیت ایران میتازند، به اون حضور جمع روحانیون برای تایید نهایی این قانون، در حالی که اگر برداشت من اینه، خواهش میکنم من تصحیح بفرمایید، برداشت من این است که قانون اساسی مشروطیت ایران را اگر درست بخونید میبینید این خودکامگان روحانی رو بر قدرتشون مهمیز زده و قدرت اونها رو محدود به تایید یا تکذیب یا رد کردن اون چیزی کرده که نمایندگان مردم در مجلس تصویب میکنن، و تازه این عمل اتفاق نیفتاده. من فکر نمی کنم الان زمانی باشد که ما بخوایم که قانون اساسی مشروطیت ایران رو که در زمان خودش قانون اساسی پیشرفته ای بوده به این دلیل در واقع با چوب بزنیم و بخوایم از دور خارج بکنیم حتی بخش های درخشان این قانون رو. ببینید، قانون اساسی مشروط ایران یکی از سکولارترین قوانینی است که در دنیا در یک پارلمانی تصویب شده. فراموش نکنید که مجلس شورای ملی ایران یکی از نخستین پارلمان‌های غیر اروپایی است. یعنی ایران یکی از نخستین کشورها در جهان در بیرون از اروپا است که مجلس ایجاد کرده. یعنی این حق حاکمیت ملی رو که نمایندگان مردم بروند و به طور زمینی قانون گذاری کنند، یعنی قوانین زمینی رو تصویب کنند، برای نخستین بار در یک کشور اسلامی در ایران تصویب کردند و این به راستی شاهکاری بود که این تصمیم رو گرفت جامعه و بسیاری از روحانیون هم پذیرفتن، تن در دادن به این درخواست اجتماعی که مجلس نمایندگان ملت قانون گذاری کنند، در حالی که طرفداران مشروعه میگفتن ما کتاب قرآن داریم و کتاب قرآن قانون است، با وجود قرآن نیازی به قانون گذاری نیست و علما می توانند تفسیر از قرآن بکنند و پادشاه هم داریم و پادشاه مسلمان است و شیعی است و دستور ما را اجرا خواهد کرد. مجلس مشروطه این را عوض کرد، اما برای اینکه بتوانند شیخ فضل‌الله نوری رو در مجلس نگه دارند و اون نرود و فتنه به پا بکنه، چون فتنه به پا می کرد، نماینده مجلس هم بود، آمدند یک امتیازی به او بدهند و اصل دوم متمم قانون اساسی رو درست کردن که اصل دوم متمم قانون اساسی میگفت 5 نفر از روحانیون تراز اول رو از نجف انتخاب بکنند، بفرستن که نظارت شرعی بکنند، و اگر اینجا جالبه، یعنی جنبه خنددار مسئله است، چون میدونستن کسانی که این رو نوشتن که روحانیون نجف تن در نخواهند داد که از میان خودشون 5 نفر رو انتخاب کنند، چون هر یکی از اونها میگفتن ما مجتهدیم، ما درجه اجتهاد داریم و دستور ما مانند دستور دیگران هست، گفتن اگر نمیتوانند 5 نفر رو انتخاب کنند 20 نفر لیست بدن و مجلس به حکم قرعه از میان اونها 5 نفر انتخاب کنه، و خیلی از اونها این رو توهین قلمداد کردند. و این اصل تراز که به اون اصل تراز بگویند هیچگاه در تاریخ ایران اجرا نشد و یکی از درخواست های آیت الله خمینی و روحانیون و طلاب پیرامونش در جریان جنبش ارتجاعی سال 42، بحرانی که در سال 42 در گرفت و سخنرانی هایی که آیت الله خمینی در اون دوران میکرد، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی بود. ایرادی که به دولت مشروطه یا دولت ایران در اون موقع میگرفتن این است که اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا نشده و هیچگاه هم اجرا نشد، و این قانون اساسی اگر قانون اساسی مشروطه میماند و اجرا میشد، ما یک کشور بسیار پیشرفته می توانستیم داشته باشیم. متشکرم از محبتتون و توضیحی که فرمودید. آخوندها از چه زمانی آقای امینی در ایران دارای نفوذ سیاسی گسترده میشن، در دورانی که ایران داره سعی میکنه مدرنیزم در کشور پیاده بشه، شاید گامهایی در جهت استقرار نهادینه کردن مدرنیته انجام میشه، یه دفعه ما میبینیم که روحانیون از یه نفوذ گسترده‌ای برخوردار میشن. ممکن در این مورد توضیح فرمایید؟ ما 3 دوره تاریخی در 500 سال گذشته داریم که دوران فراز و فرود روحانیون در تاریخ بوده.
دوره نخست از آغاز صفوی است، هنگامی که صوفیان صفوی شیعی مسلک بدون دانش با ضرب شمشیر قزلباشان ترکمان ایرانیان بیشتر اهل سنت رو شیعی کردند، خب برای اداره این جامعه و گستراندن این اندیشه‌ای که چیره کرده بودند و خود اونها هم چندان آگاه بهش نبودند، علویانی بودند که آگاهی از شیعیگری نمی داشتند، دست به دامن روحانیون بیرون از ایران شدند و از بحرین و از عراق و به ویژه از جبل عامل لبنان روحانیان تراز اول شیعی وارد ایران شدند و به این ترتیب دورانی آغاز شد که از زمان شاه طهماسب تا پایان دوره شاه طهماسب نزدیک به 200 نفر از برجسته‌ترین روحانیان بحرین، البته بحرین جزیره نیست، بخش بزرگی از عربستان تا قطر رو بهش بحرین میگفتند، و جبل عامل و دیگر نقاط وارد ایران شدند و در پیشاپیش اونها کسی بود به نام کرکی که به او میگفتند شیعه تراش، و او آمد و اولین حوزه علمیه رو یا حوزه دینی رو در کاشان با پول دولت آغاز کرد، با پول دولت اون زمان، و به این ترتیب اینها به قدرتی رسیدند که جایگاهشون به در پایان دوره صفوی چنان بلند بود که هنگامی که آخرین پادشاه صفوی تاجگذاری میکرد، برخلاف دورانهای گذشته شمشیر قزلباش نبود که او را به پادشاهی برگزیده بود، بلکه شخص مجلسی شال به دور کمر او بست و او را از زیر قربان گذروند و در واقع موقعیت روحانیون شیعی به چنین جای رسیده بود. این موقعیت شکست خورد، یعنی با آمدن افغانهای اهل سنت به پای تخت دولت صفوی و سپس دولت نادرشاه که سخت مداراجو بود و به هیچ وجه باور نداشت که دین رسمی باید شیعی باشد، دوران افول روحانیون شیعی آغاز شد و نجف و عتبات و کربلا و این جور جاها از این دوران رونق گرفت و بالا رفت. 200 سال پیش، یعنی درست در دورانی که تلیعه و آغاز یا اندیشه های مدرنیته به ایران می رسید، در این دوره در نجف یکی از علمای برجسته نجف به نام انصاری، او آمد و سلسله مراتب اجتهاد و مرجعیت رو درست کرد. این مقوله مرجعیت شیعی مقوله 200 سال گذشته است و از اون زمان اینها یک رقیب سیاسی در مقابل دولت ناتوان اون زمان قاجار شدن. مشروطه به این پایان داد. دور سوم در واقع میتوان گفت از دوران فدایان اسلام و سپس جنبش 15 خرداد 42 آغاز شد، یک جریان بسیار تندروی مذهبی به رهبری آیت الله خمینی برای نخستین بار در تاریخ شیعیگری فکر حکومت اسلامی رو مطرح کرد و حتی کتابی در آستانه انقلاب 57 در آمد از سوی یکی از روحانیون نجف آبادی که مقدمه اون رو هم دو نفر از روحانیون دیگر نوشته بودند، آیت الله مشکینی و آقای منتظری به نام شهید جاوید، که در این کتاب میگفت امام حسین برای شهادت نرفت به کربلا، برای خلافت رفت به کربلا و بنابراین کار رهبران دینی هم باید حکومت اسلامی باشه. شوربختا که در اون جامعه اون زمان گوش شنوایی نبود، توجهی در میان روشنفکران، چه اونهایی که در حکومت بودند چه اونهایی که در اپوزیسیون بودند، به این بحث ها نبود که اینها در سودای ساختن حکومت اسلامی هستند. تنها کسی که شاید در تاریخ 70 سال گذشته ایران یادآوری می کرد و جان خودش رو هم در این راه از دست داد، زنده یاد کسروی بود که می گفت اینها می خوان دولت درست کنند، اینها می خوان حکومت راه بیندازند و ما یه حکومت به اینها بدهکاریم، و جان خودش رو هم در راه نقد به ارزش های خرافی شیعی از دست داد. و واقعیت این است که در بطن جامعه در دوران پیش از انقلاب 57 یک ضد مدرنیته آغاز شده بود. جریانی که در انقلاب 57 شکست خورده بود، در دوران پس از 28 مرداد دوران مصدق و سپس به ویژه بعد از 15 خرداد یک جریان ضد مدرنیته در میان روحانیون شکل گرفته بود که اینا حتی اون روحانیونی که با دربار و دولت همکاری میکردن رو قبول نداشتن و میگفتن اینها روحانیون آمریکایی هستند، اسلام آمریکایی رو به میدان آوردند. و اینها چند جریان بودند، هم آخوند نبودند، آخوندهایی بودند با زعامت آیت الله خمینی که تبعید شده بود، و افرادی بودند مانند آقای شریعتی که اتفاقا از
حکومت دینی بدون آخوند صحبت میکردند، ولی بر روی اینها در جریان انقلاب 57 در هم آمیختند، متحد شدند و یک حکومت ضد مدرن در ایران ایجاد کردند. انقلاب 57 تنها به قدرت رسیدن آخوند یا براندازی پادشاهی در ایران نبود، اعلام جنگ به ارزش‌های مدرن بود. همون کاری که امروز شما در مقدمه گفتید که داعش در عراق با یک وحشیگری بسیار بیشتری، چون جامعه بسیار عقب مانده تریه، فقر بسیار بیشتر در عراق و سوریه در این 10 سال بوده و میلیون ها انسان بیکار هستند، این رفتاری که اونها با این شرایط انجام میدهند، با این وحشیگری انجام میدهند، در واقع اندیشه ویران کردن ارزش های مدرن است و اینکه میخوان خلافت اسلامی بسازند، مانند کاری که آیت الله خمینی میخواست بکنه و تا حدود زیادی کرد که حکومت اسلامی در ایران برپا کنه، حکومت ولایت فقیه، یک جنگ با مدرنیته است. و بزرگترین گرفتاری ما امروز با آن چیزی که به نام روحانی شیعی داریم در این است که آیا این روحانی شیعی میپذیرد ساختار مدرن رو در جامعه، قانونگذاری زمینی رو، یا میخواهد جامعه را از راه مجلس، مسجد و از راه برانگیختن مردم و از راه حکومت دینی اداره بکنه. در واقع چالش اساسی با روحانیون در این زمین است، نه وجود تنها وجود اونها در جامعه. جناب امینی، یکی از قدرت‌های فوق‌العاده‌ای که روحانیون دارند برای گذر جامعه از روحانیت، باید به این مسئله خیلی دقیق فکر کرد، یه حقی است که روحانیون برای خودشون ایجاد کردند یا در این سالها برایشون ایجاد شده، به نام حق فتوا. این حق فتوا در واقع حق قانونگذاری است که به هر مجتهد به قول معروف جامعه و شرایطی داده شده. و این واژه رو میخوام به کار ببرم، اساس این فتنه است، اساس این مشکل امروزین ماست. ما تا نتونیم از حق فتوا عبور بکنیم، سکولاریسم چه معنایی میده؟ ممکنه بفرمایید؟ کاملا نکته درستی رو مطرح میکنید. اتفاقا در همین زمینه من با دو نفر در یه برنامه مناظره داشتم، یکی از اونها اتفاقا آدمی بود که در ایران خلع لباس شده، آقای اشکبری، و بعد آخوندی که از فتوا دفاع میکرد. اون زمانی بود که یکی از روحانیون ایران، آقای لنکرانی، فتوا برای قتل یک نویسنده آذربایجانی داده بود، جمهوری آذربایجان، و او رو عده‌ای رفتند و کشتند به بهانه این فتوا. حتی کسانی مانند این آقای مهاجرانی که از ظاهراً حقوق بشر دفاع میکنند، کتاب نوشتند در تایید فتوا و دفاع کردند از فتوای آیت الله خمینی در کشتن سلمان رشدی. ببینید، فتوا بنا نبوده این چنین باشه. فتوا در پاسخ به استفتا هستش. استفتا یعنی پرسش در عربی. در پاسخ به یک پرسشی که یک به هر حال مؤمنی میکند از یک آخوند، که مثلا بنده اگر رفتم در سفر در کجا باید نماز شکسته بخوانم یا نخوانم، آخوند به او پاسخ میدهد، یا چیزهای از این دست. در دوران درامیختن روحانیون با سیاست، از همون 200 سال پیش که اشاره کردم، فتواها صورتهای سیاسی پیدا کرد، که یکی از نخستین فتواهای سیاسی که اتفاقاً روشنفکران اون زمان جامعه و نیروهای بعدها سکولار جامعه هم بارها از اون تعریف کردن و من بارها اون رو به نقد کشیدم، فتوای معروف میرزای شیرازی در تحریم تنباکوست که به لغو قرارداد تنباکو انجامید. خب یک آخوند چه حقی داره در یک قراردادی که دولت بسته، حتی اگر این قرارداد نادرست باشه، مردم رو بیانگیزه که در برابر این قرارداد شورش کنند؟ بنابراین نکته‌ای که امروز باید به نظر من در یک ساختار حقوقی بحثی که باید در بگیرد در این است که آخوندها حق دارند در زمینه‌های امور شرعیه، امور خصوصی، مانند نماز خواندن، وضو گرفتن، طهارت، چیزهایی از این دست، فتوا بدهند برای کسانی که به این فتوا باور دارند. ولی اگر فتوا در حوزه عمومی دادند، میتوانند به زندان بیفتند. ببینید، شما در ایالات متحده آمریکا یک رهبر دینی کاتولیک میتواند در مسجد بگوید، ببخشید، در کلیسا بگوید که سخت جنین با دستور خداوند سازگار نیست،
ولی اگر رفت و دستور داد که تمام مراکزی که زنها برای سفت جنین و یا کارهای زنانه به اونجا میروند و ویران بکنن، پلیس میرود و اونها رو دستگیر میکنه و به زندان میاندازه. این رو ما در ایران نتوانستیم حل کنیم، نه در دوران رژیم گذشته حل کردیم، امروز که طبیعتاً به طریق اولا حل نکردیم، و نه در میان جامعه روشنفکر ایران حل کردیم. فتوا در حوزه عمومی یک جرم سیاسی است و این حق باید از آخوند شیعی گرفته بشود. یعنی در یک دولت دموکراتیک در آینده اگر کسی آمد و در حوزه عمومی فتوا داد، میتواند دستگیر بشود به جرم برانگیختن مردم برای شکستن قانون، برای شورشگری و برای کارهایی که میتواند به کشتن انسانها بیانجامد. آن چیزی که در غرب هم به اون، یعنی در غرب هم شما اگر حتی آخوند هم نباشید، اگر بروید و اعلامیه منتشر کنید که مردم قیام کنید در دولت ایالات متحده آمریکا، شما رو زندان میکنند، برای که حق ندارید چنین کاری رو انجام بدید. ولی آخوندها این فتوا رو به نام نمایندگی از سوی خداوند گرفتند و در هر زمینه‌ای که بتوانند فتوا صادر میکنند. جلوی آیت الله خمینی رو گرفتند که فتوا ندهد که گوشت یخزده حرام است. رفتن بهش حالی کردن که آقا اگه بگی گوشت یخزده حرام است، همه گوشت‌هایی که ما از خارج وارد می‌کنیم اینها یخزده است، مگه میتوان امروز گوشت غیر یخزده وارد ایران کرد؟ و این است که در زمینه‌های جلوگیری کردن، می‌خواستن فتوا بدهند که موسیقی از رادیو حرام است، البته فتوا دادن صدای زن حرام است و چیزهایی از این دست. این فتواها باید جلوش گرفته بشه. یعنی کاملا درست می‌فرمایید، این امتیاز ویژه‌ای که روحانیون دارن و امنیت دارن در کنار این امتیاز بیشه، یعنی از یک در واقع میتوان گفت مسئولیتی برخوردار هستند. مثل این در ماشین های دیپلماتیک نمره دیپلماتیک داره و اگه بره یه جای پارک کنه که ممنوع باشه، دیپلمات جریمه پلیس رو نمیده. اینها مسئولیت پارلمانی، مسئولیت آخوندی دارند، فتوا میدهند و هیچ تاوانی بابت این فتوا نمیدهند، حتی از جمله فتوا برای کشتن مردم. حق روحانیون برای دادن فتوا باید به صورت قانونی در یک نظام دموکراتیک از اونها گرفته بشه. در دوران گذشته، در دوران پس از مشروطه، ما کوتاهی کردیم و این حق رو از اونها نگرفتیم. در آینده دموکراتیک ایران، مجلس ملی ایران باید قانونی بگذراند که روحانیون تنها در حوزه‌های امور شخصی حق اظهار نظر دارند و اگر وارد حوزه عمومی بشوند و فتوا بدهند، می توانند مورد تعقیب قرار بگیرند، مسئولیت نخواهند داشت. خب جناب امینی، اینجا یه سوال برای من پیش میاد. از زمانی که شیعه به وجود اومده، آیا این حق فتوا وجود داشته؟ یه اشاره کردید برای احوال شخصیه بوده، مسائل فردی و شخصی بوده، این از کی تبدیل به یه قدرتی شد؟ چون به نظر من در نبرد آینده ایران برای استقرار یک دولت دموکراتیک سکولار، جنگیدن با حق فتوا مهمترین بخش این جنگ با این قشر. آیا اینطور هست یا نیست؟ کاملا درست میفرمایید. اتفاقا یک آزمایشی که این رو من در یک سخنرانی در اروپا در حضور چند نفر از دوستانی که به هر حال به این جنبش اصلاح طلبی دینی تعلق دارند، همونجا گفتم بیایید اعلامیه منتشر کنید. اگر میخواهید مردم در مورد شما تردید نداشته باشند که هنوز تا حدودی یک روابطی رو میخواهید حفظ کنید با این ساختار دولت اسلامی، اعلامیه منتشر بکنید و بگویید که فتوای قتل جنایت است، فتوا برای گرفتن دارایی مردم جرم است، فتوا در حوزه عمومی نادرست است، و اعلام بکنید که اگر کسی هم فتوا به قتل کسروی داده باشد یا فتوا به قتل حسن علی منصور داده باشد، این جنایت بوده و این فتواها رو محکوم کنید. اینجاست که مردم اون وقت به شما اعتماد میکنند و میگویند جدا شما اصلاح طلب دینی هستید. در غیر این صورت باور نخواهند کرد. کاملا حق با شماست. ما باید در حوزه عمومی و گفتمان روشن فکر ایران در دو زمینه با شدت و حرارت در واقع نسبت به حقوقی که روحانیون و ارباب دین برای خودشون قائل شدند چالش اساسی بکنیم. یکی موضوع حق فتواست، به ویژه در زمینه زندگی انسان‌ها، یعنی فتوای به قتل برای که امنیت زندگی من و شما را آقای فروزنده در یک جامعه مورد تهدید قرار می‌دهد.
و دیگری در زمینه حقوق زنان، یعنی در زمینه حجاب که یکی از بنیادی ترین حقوق یک زن هست، یعنی پوشش یکی از ابتدایی ترین حقوق یک انسان به شمار می آید. اینکه شما و من می توانیم کراوات بزنیم، کت و شلوار بپوشیم، یا مورمون رو بلند کنیم یا کوتاه کنیم، یا کراوات نزنیم، که ما مردها این اختیار رو ظاهرا داریم، باید در یک جامعه مدرن این حق پوشش، آزادی داشتن حجاب یا نداشتن حجاب به طور قاطع و قطعی از سوی جامعه به رسمیت شناخته بشه، قانونی بشود و کسانی که فتوا و تبلیغات علیه اجباری بودن حجاب برای زنان میکنن به عنوان انسانهای واپسمانده متعلق به دوران عصر حجر از اجازه در واقع شرکت در حوزه عمومی رو نداشته باشن. این دو آزمون بسیار مهم در مقابل جامعه روشنفکر ایران هست که در مورد حق آزادی حجاب و مخالفت با حجاب اجباری، نه حجاب به هر حال یه زن مسلمان میتواند داوطلبانه حجاب داشته باشه، در برابر حجاب اجباری یا مجبور کردن به زنان برای یک نوع پوشش معین که مثلا آرنجشون معلوم نباشه، شونهشون معلوم نباشه، فقط هم حجاب نیست، و مسئله فتوا، در این دو حوزه جامعه روشنفکر ایران باید آگاهانه آشکارا کوشش بکنه. اینها چشم اسفندیار حکومت اسلامی در ایران هست، چشم اسفندیار برداشت‌های دینی واپسمانده در جامعه ماست و ما در برابر چنین به ویژه این دو موضوع نباید سکوت بکنیم. جناب امینی، یکی از معضلاتی که ما دچار شدیم از زمانی است که مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی در ایران شناخته میشه. در واقع این شناسایی هم بین شیعیان و سایر پیروان ادیان که ایرانی هستند یه تبعیض و دوگانگی رو به وجود میاره و هم در داخل خود شیعیان با توجه به وضعیت طبقاتی که وجود داره و روحانیون اون رو ایجاد کردن هم یک نوع رقابت و حضور نامساوی و غیر عادلانه، توزیع غیر عادلانه قدرت و عوارض اجتماعی اون رو به دنبال داشته در تمام طول این سالها. ممکنه در این باره توضیح بفرمایید؟ نکتتون کاملا درست هست، ولی شما باید یک فاصله قائل بشید بین آن چیزی که به عنوان قوانین در جامعه وجود داره و آن چیزی که صورت حقیقی رویدادهای اجتماعی است یا زندگی اجتماعی است. در تمام دوران پس از مشروطه هم مذهب رسمی ایران شیعه 12 امامی بوده. اصل اول متمم قانون اساسی در ایران مذهب شیعه 12 امامی مذهب رسمی ایران بوده. اما واقعیت این است که در دوران پس از مشروطه و در تمام دوران پهلوی جز در برنامه‌های مذهبی این اصل رعایت نشده. یعنی مسلمان و غیر مسلمان در قانونگذاری و در بسیاری زمینه ها نابرابر نبودند و تا حدود زیادی این برابری ها روز به روز افزایش پیدا کرده. زنان توانستند وزیر و وکیل بشوند در جامعه ایران و دارای حقوق برابر شدند. حجاب در جامعه حتی در دوران محمد رضا شاه که اجباری در کشف حجاب نبود، بی حجابی خیلی خیلی بالا رفت و زنها می توانستن رخت مدرن اروپایی بپوشن و کسی اجازه مزاحمت اونها را نداشت. شما نگاه کنید در سوئد تا سال 2000 مذهب رسمی مسیحیت بوده در قانون اساسی سوئد، ولی اجرا نمی شده چون قدرت به هر حال جامعه مدرن چنان بوده که این اصلی که اونجا نوشته بودن به بازی گرفته نمی شده. البته امروز دیگه تو ایران بحث جداست. ما امروز 35 سال 36 سال یک حکومت دینی رو که بر پایه یک مذهب رسمی تبعیض در جامعه ایران ایجاد کرده و تبعیض رو برای نخستین بار، تبعیض دینی رو برای نخستین بار قانونی کرده در دوران مدرن ایران، با یک چنین پدیده‌ای روبرو هستیم. بنابراین زدودن این اصل که مذهب رسمی در ایران وجود داشته باشد یکی از گام‌های نخست برای سکولاریسم در ایران است.
اگر سوئدی ها می توانستند با داشتن مذهب رسمی همچنان یک کشور سکولار بسازند و ما هم توانستیم در 70 سال پس از مشروطه اساساً یک جامعه سکولار داشته باشیم، با اینکه ظاهراً به طور رسمی مذهب شیعه، مذهب رسمی شیعه 12 امامی بود، امروز پس از 35 36 سال که امیدوارم به 37 سال نرسه ولی بر روی دست من و شما نیست، آزمون جمهوری اسلامی، ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که در جامعه آینده ایران مذهب رسمی وجود داشته باشه. داشتن مذهب رسمی، رسمیت بخشیدن به تبعیض در جامعه است. مانند اینکه شما بیایید و بگویید که جامعه ایران مردها انسان رسمی هستند. البته این رو میگن چون به هر حال مردها دارای حقوق برتری هستند. با گفتن این که در یک جامعه مذهب رسمی مذهب شیعه 12 امامی است، یعنی اونهایی که شیعه 12 امامی ندارند اینها دارای حقوق برابر نیستند. البته جناب فوزنده در جمهوری اسلامی روحانیون شیعی و به ویژه رهبر انقلاب در آغاز آقای خمینی و سپس جانشین ایشان آقای خامنه ای و پیرامونیانشون از این فراتر رفتن. ما نه تنها امروز در ایران مذهب رسمی شیعه 12 امامی داریم، یک تفسیر معین از شیعه 12 امامی هم داریم و اون تفسیر ولایت فقیهی است. یعنی شما اگر مسلمان باشید، مسلمان شیعه 12 امامی باشید ولی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشید، همچنان انسان درجه دو در جامعه ایران به شمار می آیید. باید به این پایان داد و برای پایان دادن به این باید نه تنها از قدرت روحانیون در جامعه کاست، بلکه ساختارهایی رو در جامعه ایجاد کرد که اجازه ندهد نیروی بتواند به بهانه مذهب از قدرت خودش برای بهره برداری های سیاسی سود بجویه و یا بهره برداری های اداری جامعه سود بجویه و بیرون از حوزه مذهب بخواهد جامعه رو به جهتی منحرف بکنه یا جهتی به جامعه بدهد. بینندگان عزیز، در خدمت آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و نظریه پرداز هستیم در برنامه گذر از روحانیت. از این لحظه به بعد شما میتونید با تلویزیون تماس بگیرید، اگر پرسشی دارید و یا نظری دارید اون رو با جناب امینی مطرح بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض کردم آقای فروزنده، خدمت سلام. شما و خدمت آقای محمد امینی. بنده شخصی هستم، مسلمانم و در یک خانواده مسلمان به وجود اومدم و بزرگ شدم، ولی واقعا از مسلمان بودن خودم خجالت میکشم. شما نگاه بکنید، تمام این گروه داعش و گروه آیسیس که به وجود آمدن، اینا همه برمیگردن به اصل خودمون، برمیگردن به زمان محمد علی که پرچمای سیاهش رو شما اگر نگاه بکنید اسم اماماش امامامو روش نوشته و اینها پیروی میکنن از رفتار اینایی که قبل انجام میدادن در اون زمان خودشون و اینا پیرو اصل خودشونن. در قدیم اگه شما متوجه میدونین که حتما تمام امامای ما خنجر به دست و شمشیر به دست روی اسب صدها هزار نفر رو میکشتن، سر میبریدن. اینها همه اینا پیرو اونا هستن. دیگه عرضی ندارم، قربان شما. ممنونم. پرسشی نکردن آقای امینی، نظرشون رو گفتن. ببینید دوست گرامی و خیلی دیگر که مانند ایشان شاید بیندیشید، شاید بتوان از نظر پژوهشی یا داوری یا نگاه به تاریخ رفت و برگشت و گفتش که بله در زمان گرفتن ایران هم از سوی عرب چنین و چنان می کردن، یا فلان امام یا فلان رهبر دینی به نام دین مردم رو کشته و بنابراین آنچه که امروز ما می بینیم از اون دوره به ارث رسیده. ما به جایی نخواهیم رسید از این بحث. یعنی اگه شما بخواید، این کار پژوهشی و کار نظریه پردازی خوبی است، ولی شما اگر بخواید با مذهب مردم، با آیین مردم، با باورهای دینی مردم در بیفتید و گمان کنید که جامعه رو با دگرگون کردن دین در میان مردم تغییر خواهید داد، هزاران سال باید در انتظار بنشینید. پیشرفته ترین جوامع غربی هم نتوانستن چنین بکنند. دوست گرامی، هیچ تغییری در انجیل صورت نگرفته. تمام اون قسمت هایی که مربوط به سنگسار و کشتن و چیزهایی از این دست هست هنوز در کتاب عهد جدید هست. اما چرا کلیسا از اونها یادی نمی کنه؟ به دلیل قدرت اخلاق مدرنه. قدرت اخلاق مدرن در اروپا
مهار کرده ارباب دین رو و مجبور کرده اونها رو که اون بخشهایی رو از داوری های دینی خودشون رو به میان بیاورند که در اون این نوع رفتارهای جنایتکارانه گذشته نبوده. گمان نکنید که در تاریخ مسیحیت این نوع کشتارها برای مسیحی کردن مردم آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و کشورهای دیگر روی نداده. ولی امروز شما باید بتوانید یعنی درک بکنیم ما این رو که امروز کسی مانند پاپ مجبور هست به دلیل چیرگی اخلاق مدرن که بر این جوامع چیره شده، 200 سال از چیره شده، آن صورتی رو، آن چهره ای رو از مسیحیت در برابر مردم قرار بدهد که با این اخلاق مدرن در تضاد نیست. در ایران هم ما باید بتوانیم آنچنان اخلاق مدرنی رو و ساختارهای مدرن حقوقی رو چیره بکنیم که کسانی هم که میخواهند از دین و از شیعه‌گری یا اهل سنت یا هر آیینی صحبت بکنند چاره جز همسویی با بهترین ارزش‌های اخلاقی مدرن نداشته باشند، نروند سراغ بدترین جنبه‌های یک آیین یا یک مذهب. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. درود به شما و تشکر از برنامه پربارتون و خیلی ما استفاده می‌کنیم از آقای امینی و ایشون یه تاریخ‌دان بزرگ معاصر هستند. ایشون در صحبتشون امشب فرمودن که در صدر اسلام مسلمین به کافرات حمله می کردن و مالشون رو می گرفتن، زناشون رو می گرفتن و 1/5 از این دارایی ها به حکومت اسلامی تعلق می گرفت. باید عرض کنم با آقای امینی من رو تصحیح بفرمایید، این 1/5 سهم محمد عبدالله بود. از این زمان 1/5 شروع شد که بعدا این 1/5 شد سهم امام. و باید عرض کنم این شنونده قبلی واقعا درست میگفتن، در صدر اسلام ادبیات و شعر و تاریخ نویسی بسیار رایج و خوب بود، تمام این حمله ها رو تاریخ نوشته. یعنی هم الان داعش که این کارا رو انجام میده در عراق و سوریه و چند شب پیش آقای آقاسی راجع به وهابیت صحبت میکنن، درست این کاپی کارایی که در رأس اسلام میشده. اگر شما منو تصحیح بفرمایید خیلی متشکر میشم. خواهش میکنم آقای دکتر امینی. ببینید در دوران آغاز اسلام، در دوران پیامبر اسلام، سهمی به خود ایشان تعلق نمی گرفته، سهم بسیار کمی بوده. اتفاقا یکی از کارهایی که در اون دوره می کنن برای اینکه نگویند که این رو محمد برای خودش استفاده می کنه در این بوده که این رو به بیت المال بدهند. و می دانید که بیشتر کشورگشایی های اسلامی در دوران پس از محمد روی داده. محمد بیشتر در جنگ های درون جامعه عربستان برای متحد کردن عرب ها در واقع حضور داشته و بیشتر کشورگشایی ها از جمله گشودن روم و ایران در زمان خلیفه دوم عمر روی داده و اون دوران هستش به ویژه که ایران گشوده شده و موضوع غنیمت ها هم در اون دوره وجود داشته و این بیشتر به این اصطلاح بیت المال می آمده. البته این رو باید بیفزایم، هنگامی که می رفتن و این سرزمین ها رو می گرفتند از اونها خراج می گرفتند، از اونها گزیت می گرفتند یا جزیه بهش میگن در زبان به هر حال عربی، ولی این گزیت پهلوی است. مالیات می گرفتند، مالیات کلان، حتی در بسیاری زمین ها شاید چندان علاقمند نبودن اینها مسلمان بشن، برای اینکه می توانستن از غیر مسلمان جزیه بگیرند و بیشتر از این راه دولت خلافت رو توانا کردن، دیگه نیازی به خمس و اینها نداشتن. بحث خمس رو مجددا روحانیون شیعی که در یک اقلیتی در یک جامعه اهل سنت در ایرانی که اون زمان بیشتر اهل سنت بود زندگی می کردن، اونها در پیش کشیدند. در مورد ارزیابی هایی که پیرامون گذشته اسلام و غیره هست، بیگمان میتوان رفت و بررسی کرد و سخنان درستی هم مطرح میشه. نکته بنده در این است که ما با درافتادن با دین نمیتوانیم جامعه را دگرگون کنیم. ما با بدترین مظاهر قدرت دینی در جامعه و حکومت دینی در جامعه باید درگیر بشویم که یکی از این مظاهر و یکی از ابزارهای در واقع این چنین قدرتی این توانایی
بدون کنترل و مهار نشده روحانیون در جامعه بوده و هست و این چیزی است که باید به وسیله یک ساختار حقوقی مدرن مهار بشه. یعنی اونها بپذیرند که مدل‌های فرمانروایی مدرن، قانون‌گذاری زمینی و پذیرفتن قوانینی که مجلس یک کشور تصویب می‌کند به اونها در واقع تن بدهند و بپذیرند و نروند در واقع در مقابل اون بخواهند که با برانگیختن مردم این قوانین رو از راه‌های غیر حقوقی و غیر مدنی دگرگون بکنند. این در واقع گرفتاری است که ما در جامعه ایران داریم و خواهیم داشت. درگیری با خود دین یک بحث روشنفکری است و ایرادی هم درش نیست. شما می توانید و حق دارید که بگویید که کاری که امروز داعش میکنه شبیه کار فلان دوره در تاریخ اسلام بوده، ولی با این بحث نمی توانید جامعه را دگرگون کنید. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما و درود بر جناب آقای امینی. این سوالی رو داشتم خدمت ایشون. علت این که اسلام اینقدر خشن هست چه چیزی میتونه باشه و آیا ادیان دیگه در زمانهایی که به وجود اومدن خشونتشون به اندازه اسلام بوده یا فقط اسلام یک دین مخصوصی هست که با خشونت و قانون خشونت رو اجرا میکنه؟ خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. بفرمایید جناب. ببینید، شما اگر بخواید این سه دین بزرگ تک خدایی رو در تاریخ با هم مقایسه بکنید، اگر به تاریخ اونها بنگرید خشونت در همه این دین ها وجود داشت با تفاوت های خیلی برجسته. یهودیان از اونجایی که خودشون رو قوم برگزیده خدا می دانستند در سودای کشورگشایی و گرفتن سرزمین های دیگران و یهودی کردن اونها نبودند، ولی در میان خودشون و همسایگانشون درگیری هایی در تاریخ داشتن و اینها ثبت شده. مسیحیت به راستی می توان گفت که گشایشش یا جستجو برای مسیحی کردن مردم نزدیک به 600 سال پس از مسیح آغاز شد و در دوران پیش از اون، یعنی تا سده آغاز سده هفتم در زمان شارلمانی، ما شاهد کوشش مسیحیان فقط برای که بتوانند باقی بمانند هستیم و از اون زمان است که هنگامی که مسیحیت به آیین رسمی امپراتوری روم تبدیل می شود، مسیحیت صورت کشورگشایی و خشن هم پیدا میکنه. فراموش نکنید که 4 جنگ بزرگ صلیبی به فرمان پاپ آغاز شد. فراموش نکنید که دادگاه های انکیزاسیون در اسپانیا و در سرتاسر اروپا مردم رو تنها به دلیل اینکه گمان میکردن اینها از دین برگشته هستند زنده زنده میسوزاندند. گالیله رو مجبور کردن که سخن خودش رو پس بگیره، برونو رو به جرم اینکه همون سخنان گالیله و سخنان پیشرفته تر از اون رو میگفت و کشیشی بود زنده سوزاندند و از این نوع کارها در سرتاسر جهان صورت گرفته. آنچه که باید تفاوت میان اسلام امروزین یا اسلام تاریخی با این دو دین دیگر برشمرد در این هست که اسلام تنها دین بزرگ تک خدای جهان است که در زمان آغاز این دین دولت ایجاد کرده و توانسته فرمان روایی و حکومت بسازد و دو دین دیگر از این ویژگی برخوردار نبودند. یعنی در مسیحیت 600 سال به درازا کشید تا یک حکومتی اصلا این مذهب رو پذیرفت، در حالی که خلافت و فرمان روایی و کشورگشایی در دوران آغازین اسلام به وجود آمد و طبیعی است که کشورگشایی و کشورداری با خشونت و خونریزی همراه است. یعنی متدی که تاریخ همواره در اون دوران ها داشته فرق می کنه، چنگیز باشد تا آمدگان از صحرای عربستان، به هر حال کشورگشایی با خونریزی همراه است. دومین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این است که سرزمین‌هایی که امروز مسلمانان در اونها اکثریت دارند هنوز دچار درگیری میان دوران مدرن و پیش مدرن هستند. همین تجربه امروز عراق و سوریه و لبنان و لیبی و مصر رو نگاه کنید، حتی کشور خود ما که از همه اینها تازه جلوتر هست، ما هنوز در تنگنای میان مدرنیته و واپسماندگی دست و پا میزنیم.
و تا هنگامی که مدرنیته ماندگار نشود، جوامع بر پایه قانونگذاری مدرن اداره نشوند و این اخلاق مدرن، از همه اینها مهمتر، اخلاق عصر مدرن، اخلاق مدرنیته، اخلاق سکولار بر این جوامع چیره نشود، این خشونت کاهش پیدا نخواهد کرد. بخشی از اون هم به وضع اقتصادی البته برمیگردد. بنابراین چون ما با زندگی امروزی این دین سر و کار داریم، گمان میکنیم خشنتر از دینهای دیگر هست. اگر شما بروید و کتابهای دینی دیگر رو بخوانید، در خواهید یافت که سنگسار هم در تورات هست، هم در انجیل هست، هم در قرآن. اصلا 90% داستانهای قرآنی از کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید گرفته شده و کار تازه‌ای نکردند. و از این رو باید گفت که درست میفرمایید، در این دنیای اسلامی خشونتی که ما مشاهده میکنیم قابل مقایسه با دنیای مسیحی امروز نیست. ولی مسیحیت دوران خودش رو سپری کرده، مدرن شده، زیر بار دانش و پیشرفت جوامع اروپایی عقب نشسته و پذیرفته که اعدام، مثلا در اروپا اعدام چیز درستی نیست، پذیرفته شکنجه نباید داد کرد، در حالی که شکنجه میکردن. ما هم باید این دوران رو سپری کنیم، یعنی باید فرهنگ مدرن، اخلاق مدرن، اخلاق سکولار در این کشورها چیره بشود تا دین در واقع خودش رو مجبور بشود با اون هماهنگ بکنه. سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب فروزنده، با تشکر از شما و مهمان گرامیتون آقای امینی، دو تا پرسش از آقای امینی داشتم. پرسش اولم در رابطه با مسئله خمس هستش که ایشون اشاره کردن این منبعی بوده برای جمع‌آوری پول که روحانیون به دست می آوردن از طریق خمس و مسئله جنگ. من فقط آیه 3 سوره البقره رو عیناً می خونم که اینجا هیچ اشاره‌ای به مسئله خمس نمی کنه و میگه تقوا پیشگان باید از پولی که ما بهشون دادیم پرداخت کنن. 3 شرط میذاره، میگه همان کسانی که به غیب ایمان دارن، اینا تقوا پیشگانن و نماز برپا میدارن و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق میکنن، یعنی داوطلبانه باید به آخوندها پول بدن. حالا اون زمان اسمشون آخوند نبوده، اسمشون شیعه نبوده، ولی به طور کلی این آیه قرآنه، یعنی هیچ ربطی به مسئله خمس نداره. پرسش دوم، یعنی اینو شما آقای امینی چطوری ربطش میدیم به مسئله خمس، یعنی پول دادن؟ بسیار خب، پرسش دوم رو بفرمایید. پرسش دوم اینه که آقای امینی تاکید میکنن که دین مردم، اگر میگن دین مردم، باید که سند باشه، یعنی یا در قرآن یا در تورات یک جایی نوشته باشه که این دین مال مردمه، در حالی که آیه های قرآن و در خود تورات هیچ جا چنین چیزی رو به کار نبرده و همه جا گفته شده که این فرمان هاییه که حالا یا موسی باید به مردم ابلاغ میکرده که موقع ابلاغ کردنش گفته 3000 نفر سر بریدن، یا محمد باید ابلاغ میکرده که گفته اگر کسی این فرمان ها رو اطاعت نکنه در جهنم سوخته میشه و بعد اون مسئله که در قرآن توضیح داده شده که چه بلاهایی به سرشون میاد. چطور آقای امینی میگه دین مردم، دین مالکیت از آن مردمه؟ شما سندی داره که نشون بده مالکیت از آن مردمه یا اینکه بهشون تحمیل میشه؟ اینا دستوراتی که باید انجام بدن، نه اینکه مال اوناست. دقیقا مثل اینکه ماشینی دارین شما باری رو روش میذارید، این بار مربوط به ماشین نیست، این بار مربوط به کسی دیگه است، مالکیتش در مالکیت کسی دیگه است، نه در مالکیت. سپاسگزارم بیننده عزیز، نظرتون مفهوم. از این نکته دوم آغاز کنم. دوست گرامی، اگر من بگم دین یا باور مردم، در مورد مالکیتش نیست. من کاری ندارم به این که چه کسی مالک یا آغاز کننده این دین هست. مردم باورهای دینی دارن در همه کشورهای جهان، بیشتر مردم جهان باور مذهبی دارن. دعوای ما با مذهب نیست، دعوای ما با باور دینی نیست. ما میخواهیم مردم در ایران آینده بتوانند به هر آیینی که دارند، به هر دینی که دارند، آرامش در آرامش و آزادی کامل در کنار هم زندگی کنند و کسی بنا نیست اونها رو بیدین کنه، اگرچه هم حق بیدین ها هم هست که کوشش کنند که دینداران رو بیدین کنند، اون هم از راه های مدنی و برحال مورد پذیرش جامعه پیشرفته. وقتی میگویم دین مردم، یعنی دینی که مردم به اون باور دارند. هیچ دینی در جهان، هیچ آیینی در جهان مردم به طور داوطلبانه نپذیرفتن. من مسلمان زاده هستم و دین پدرم رو از کودکی یاد گرفتم و
به من گفته شده باید نماز بخونم. بعدها تصمیم میگیرم که این دین رو کنار بگذارم یا نگذارم، یا دین دیگری رو بپذیرم یا نپذیرم. ولی معمولا این دین رو کسانی به دیگران تحمیل میکنند یا به هر حال اونها رو جلب میکنند و سپس فرزندان اونها هم به اون دین و آیین باور دارند. این روشی است که به هر حال در همه جهان هست. من در مورد مالکیت نمیگفتم. خمس در قرآن آمده، سوره انفال آیه 41 یا 40، مطمئن نیستم، فکر کنم آیه 41 هست که سوره انفال تنها موردی است که به خمس اشاره کرده و بنابراین خمس در قرآن آمده و اونجا به عنوان خمس غنایم ازش یاد شده، خمس غنیمت ها، نه دارایی. سپاسگزارم. آقای امینی، بیننده از طریق تکس سوالی رو فرستادن، میگن در این دادگاه ویژه روحانیت آیا سمبل برابری، سمبل یه امتیاز ویژه برای مردم روحانیت نیست که در دادگاهی ویژه خودشون رسیدگی بکنن؟ و اصولا صیغه‌اش چیه؟ ببینید، در آیین‌های دیگر هم، مثلا در کلیسای کاتولیک، در مورد بزهکاری‌های مذهبی خود کلیسا تصمیم میگیره. یعنی میآیند و میگویند که این آدم در اموال به اصطلاح کلیسا دست برده یا کارهای زشت کرده و او رو از کلیسا بیرون میکنند. درست یا غلط کار ندارم، ولی کارهایی که به حوزه مدنی مربوط میشود دیگه به دادگاه مذهبی ارتباط نداره. در مورد ایران این چنین نیست. این دادگاهایی که ایجاد کردن برای این است که روحانیون مانند محاکم نظامی خودشون رو کنترل کنند، یعنی امتیازی داشته باشند، برای اینکه به هر حال از یک خانواده هستند و این یک نوع تبعیض در جامعه به شمار می آید. یکی از مهمترین گام هایی که در آینده ایران باید برداشته بشود در این است که رخت دینی کسی هیچ حرمتی رو برای اون در برابر قانون ایجاد نخواهد کرد. یعنی یک گدا و شاه که در اون نوشته معروف مستشار و دوله تبریزی 150 سال پیش آمده باید با هم برابر باشند در مقابل قانون. یک آخوندی که ده ها جواز به اصطلاح شرعی هم داره و عمامه هم به اندازه شاید نصف لاستیک بر سرش هست، برابر است با یک روستایی بدون دانش مذهبی. هیچ تفاوتی در جامعه، حرمتی در جامعه میان اونها نباید باشه. در اینجا نکته رو به عنوان نمونه اشاره کنم برای اینکه بدانید که کجا این دعوای مدنی در واقع در جامعه در میگیرد. اگرچه در مورد حجاب ما در قرآن سند خیلی روشنی نمیبینیم، ولی در مورد ارث میبینیم. خیلی روشن داوری شده که ارث چگونه باید تقسیم بشود. در یک جامعه مدنی، در یک جامعه پیشرفته بر پایه قوانین مدنی، انسان‌ها حتی حق دارند که دارایی خودشون رو برای گربه‌شون به ارث بگذارن. کار نادرستی است، کار ظالمانه به دیگر انسان هاست، ولی این اساس جامعه مدنی است که دارایی یک فرد رو او تصمیم میگیرد برای کی بگذارد. پرسشی که در آینده ایران از جمله در برابر ما قرار خواهد گرفت این است که ضمن اینکه کسانی که مسلمان هستند حق دارند بر پایه قرآن دارایی خودشون رو برای فرزندانشون و همسرشون بگذارند، در جامعه مدنی این حق داده می شود که هر انسانی، حتی انسان مسلمان، ارث رو بر پایه تمایل و ارزیابی خودش برای بازماندگانش بگذاره و حتی نگذاره، همه اینا رو تقدیم کنه به این مؤسسه خیریه. اینها جدل هایی است که در آینده خواهد بود. آنچه که اینجا مورد بررسی من است و در بحث امروز خیلی بهش تاکید میکنم این است که در این چالش جامعه مدنی حق قانونگذاری زمینی است که باید پیروز بشود. یعنی مجلس ملی کشور است که باید قانون بگذارد و مردم مجبور به تندر دادن به این قوانین بشوند و از راه‌های حقوقی، مدنی و یا نافرمانی مدنی در تغییر این قوانین بکوشند، نه بر سر منبر، نه از راه فتوا و نه از راه برانگیختن مردم به فعالیت علیه قانون یا دولت یا ندادن مالیات و چیزهای از این دست. اینجاست که در واقع در جامعه آینده ایران برای اعمال به هر حال قوانین مدنی، برای پذیراندن ساختارهای حقوقی، کسانی هم که رخت دینی بر تن دارند باید بپذیرند که راهی جز کار کردن در چارچوب قوانین مدنی جامعه رو نخواهند داشت و در برابر قانون با دیگران و از جمله با یک بهایی
حقوق برابری دارند. یک مجتهد تراز اول شیعی که 5 بارم به حج رفته بود، 10 بارم به کربلا رفته بود، جای مهر بر پیشانی است، با یک زن بهایی در برابر قانون حقوقی برابر خواهد داشت، مگر اینکه بخواهند رخت سفر ببندند و از ایران بروند، مثلا در عتبات، در اونجا در سایه دولت داعش اونجا زندگی بکنند. در ایران آینده قانونمند و مدرن و دموکراتیک و سکولار، حقوق همه شهروندان از هر آیینی که هستند و هر رختی بر تن دارند با هم برابر هست. جناب امینی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. وقت برنامه به پایان رسید. 2 هفته دیگه، 15 روز از امروز، از تاریخ امروز مجددا در خدمت شما هستم. بسیار هم من استفاده کردم، هم سایر هم بینندگان تلویزیون از اونچه که شما فرمودید. من به شما وقت بخیر میگم. بینندگان ارجمند، هر جا که هستید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.